وقتان بخیر به خبرهای این ساعت خوش آمدید. ولی بغلان میگوید آنان به مورداتش بس متحدند و طالبان نیز اجازه ندهند که افراد استفاده جو از نام این گروه در ساحات ناامن دست به فعالیت های ضد حکومتی بزنند. باشندگان بغلان طالبان مصالح را به زندگی صلح آمیز در کنار خود فرا میخوانند. محمد زاکر نوری از بغلان این گزارش را فرستاده. والی بغلان میگوید اداره ملکی و نظامی بغلان به موارد آتش بس با طالبان مسلح پابند بوده و تمام تراس‌های زمینی و هوایی نظامیان افغان در این ولایت تا پنجم عید و هدایت بعدی رئیس جمهور متوقف شده است. تابعی تمام فرامین هستیم. ما کسایی هستیم که اطاعت خاص داریم از دولت مرکزی خود. انشاءالله آتش بس از طرف نیروهای امنیتی ما به تمام معنا بدون کم و کاست، بدون کدام تخطی انشاءالله عملی میشه. هیچ نوع تعرضی چه هوایی چه زمینی از طرف ما انشاءالله صورت نخواهد گرفتن. باشندگان بغلان آرامش و امنیت کشور را یگانه آرزو در سر دارند و طالبان مسلح را به زندگی صلح‌آمیز در کنار هم فرا میخوانند. نه ازبک، نه اوغان، نه ترک، نه تاجیک، مسلمان همه برادر یک مسلمان است. میتونه با هم دیگر هم دوستی و هم جوار داشته. ما یک خدمتگاری ملت هستیم. با میتونه با مردم خدمت کنیم. همیشه با مردم باید خوبی و احسان داشته باشیم. ما از هر دو طرف تقاضا را داریم که صلح کنن، یک زندگی خوبتر کنیم ما در افغانستان. در همین حال ریاست ارشاد، حج و اوقاف بغلان همگانی ساختن این خواسته های بر حق مردم را بخش از مسئولیت های این اداره عالمان دین و امامان مساجد گفته اند. از طرف اداره ریاست ارشاد حج و اوقاف برای زنا موارد پیشکش میشه در جلسهشان. بعد از تصویب فیصله زنا در اخیر رهبری ریاست از زنا متقاضی است که در روز جمعه در بین خطبایشان در صحبتایشان در رابطه به خیر و فلاح مردم و اتفاق و اجماع امت مسلمه. عالمان دینی سال را سبب رفاه و رستگاری همه در کشور می دانند. ریاست احیا و انکشاف صحات بغلان در 5 ماه گذشته بیش از 1,275,000,000 افغانی را بالای 109 پروژه در این ولایت هزینه کرده است. رئیس احیا و انکشاف دهات بغلان با آریونانی می گوید که از این میان 35 پروژه تکمیل شده که تنها در بخش آبیاری 10% مصارف آن را مردم محل پرداخت کردند. باز هم محمد زاکر نوری از بغلان این گزارش را فرستاده. ریاست احیا و انکشاف دهات بغلان در 5 ماه اول سال مالی بیش از 1,275,000,000 افغانی را بالای 72 پروژه در بخش آبیاری که شامل ده‌ها حلقه چاه عمیق، امار سربندها و چاه‌های نیمه عمیق می باشد و 37 پروژه دیگر را که در بخش راهسازی بوده در 10 ولسوالی این ولایت هزینه کرده است. دی ټولو عمومی هزینه چې ده 1,025,015 افغانۍ ده، چې په دې کې د خلکو سهم هم صرف د ابرسانی په پروژو کې 10% د خلکو سهم ده. وی اضافه می کند که از مجموع این پروژه ها بیش از 25,000 خانواده به گونه مستقیم و غیر مستقیم بهره مند می شوند که در این مدت برای جوانان محل نیز زمینه کار مساعد شده است. ځوانان چې تلل به مثلا خارج ته به تلل، دغه زمونږ د برنامو د پروژو په واسطه دوی دلته اوس په حال کار کوي او د مهاجرت نه دوی راغسوي ساتل سوي دي. یعنی دوی اوس زړه نه کوي چې پاکستان او ایران او یا خارج ته لاړ شي او هلته مزدوري وکړي. رئیس احیا و انکشاف دهات بغلان میگوید 10% مصارف پروژه های آبیاری را مردم محل پرداختند و مطابقی پول این پروژه ها از سوی حکومت هزینه شده است. محمد اسحاق رهگذر والی بلخ میگوید تامین امنیت و مبارزه با فساد در اولویت کارش قرار دارد. آقای رهگذر که در نماز عید سید فطر اشراک کرده از حضور مخالفان در ولسوالی های چمتال، چهاربلک، دولت آباد و برخی نواحی شهر مزار شریف نگران است و بر مبارزه با گروه های هراس افغان تاکید می‌ورزد.
با این حال باشندگان بخش به مناسبت عید سعید فطر یک بار دیگر از مخالفان میخواهند دست از جنگ برداشته و بر روند صلح بپیوندند. ساعت اولیه صبح است و باشندگان شهر مزار با لباس‌های جدید و امیدهای تازه وارد مسجد روضه مبارک می‌شوند. آغاز سه روز خوشی برای بلخیان. این سه روز به دو دلیل برای اینان خاص است. یکی اینکه یک ماه روزداری را به فرجام رساندند و دوم اینکه پس از گذشت سالها جنگ و خشونت شاهد آتش بس میان حکومت و گروه طالبان هستند. یک دیگر را به آغوش میکشند و پیامشان هم صلح سراسری در کشور است. عید آمدن تبریک میگم برای کلگی مسلمانان، به خصوص به کسایی که به دست مخالفین هستند با هم تبریک میگویم. دیگر یک سال سراسری بارد پیش از پیش شوند، دیگه ای که آرامی باشه، سال باشه. به برکت همین ماه مبارک رمضان یک سال آرامی امنیت خداوند بیاره. این خونریزی و بدبختی ها آدم کشی خدا برداره. خدا یک محبت در تمام مردم حق بام همین رقمی که یک سال پیشنهاد شده است، همین خداوند به برکت این ماه رمضان ادامه بده. خواهش می است که بیاین به خاطر عید، به خاطر ماه مبارک رمضان، به خاطر رضای خداوند، به خاطر روح پرفتوح حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اتحاد اتفاق همبستگی بکنیم و از جنگ و کینه و کدورت دور باشیم. با این حال والی بلخ تأکید میکند که تأمین امنیت و مبارزه با فساد در اولویت کاریش قرار دارد. اما اسحاق رگوزر والی بلخ در نماز عید سعید فطر از حضور مخالفان در ورساره های چمتال، چهار بولک، دولت آباد و برخی نواحی شهر مزار نگرانی میکند. که نباید در برابر عناصر پلید که موجود وضع امنیتی مردم ما را اخلال میکنه، مردم ما را به تشویش میندازه، دست به تاراج میزنن، دست به قطع و طریقی میزنن و دست به دزده میزنن. نباید در برابر از دو طرح هم صورت بگیره. ولو که هر کسی بوده باشه، در هر سطح بوده باشه، باید او دستگیر شوه. باشندگان بلخ که از جنگ و انسان کشی به سطوح آمدند، اقدام بی پیشنه حکومت و گروه طالبان برای آتش بس در روزهای عید را گام مهم برای استقرار صلح و ثبات در کشور می دانند. در جریان سال جاری در 14 ولسوالی بلخ در ساحه 91 هزار هکتار زمین گندم آبی و در ساحه بیش از 65 هزار هکتار زمین گندم للمی کشت شده است. آمار امور زراعتی ریاست زراعت بلخ میگوید به صورت تخمینی عواید مجموعی امسال کشاورزان از کشت گندم آبی به 54 میلیارد افغانی و عواید گندم للمی به 19 میلیارد افغانی خواهد رسید. با وجود خشکسالی و تخریبات سیلاب سال جاری در ولسوالی های بلخ، کشاورزان 14 ولسوالی این ولایت زمین های خود را گندم للمی و آبی کشت کردند. آمر امور زراعتی ریاست زراعت بلخ میگوید ساحه بذر گندم آبی امسال به 91 هزار هکتار زمین و ساحه کشت گندم للمی به 65200 هکتار زمین میرسد. نفوس ولایت بلخ میرسه به تخمینا 1,600,000 نفر یا نزدیک 1,800,000 نفر که وقتی ما این محاسبه بکنیم در طول 12 ماه یعنی 6 ماه را ما میتونیم که غذاش تهیه بکنیم از نظر گندم و 6 ماه دیگر ما باید از کشورهای همسایه و از ولایت همجوار آرد و گندم وارد بکنیم. کشاورزان ولایت بلخ اکنون در بخش برداشت گندم ها در زمین هایشان مصروف کارند و جمع آوری حاصلات گندم للمی و آبی تا 15 ماه سرطان در بلخ ادامه خواهد داشت. مسئولان زراعت بلخ می گویند ناامنی چالش بزرگ صدراه فعالیت کشاورزان بلخ است و در شماری از ولسوالی های ناامن مخالفین از کشاورزان باج می گیرند.
مصارف مسائل ناامنی است که دیاقین ما در فضای ناامنی بسر میبره که بعض زورمندا و سلابدستایی که در نقاط دوردست ولایت بلخ از دیاقین ما باج میگیره. ولایت بلخ انوز هم از لحاظ تولید گندم به خودکفایی نرسیده و بیشتر گندم مورد نیاز این ولایت از کشورهای همسایه وارد بلخ می شود. قرار است تا آخر ماه میزان سال جاری 600 متریک تن بذر اصلاح شده گندم از سوی وزارت زراعت و 255 متریک تن بذر گندم از طریق برنامه بانک جهانی برای کشاورزان چهارگر ولسوالی بلخ جهت ازدیاد حاصلاتشان در سال بعدی توزیع شود. شماره از باشندگان ولسوالی آقچه ولایت جوزجان از افزایش ناامنی در این ولسوالی نگرانند و از مسئولان محلی میخواهند و همچنان از حکومت میخواهند راه اندازی عملیات تصفیوی در این ولسوالی را راه اندازی کنند. از سوی هم مقام های محلی آقچه میگویند 70 روستا در ولسوالی های پنجگانه آقچه زیر کنترل طالبان قرار دارند. ولسوالی آقچه است، جایی که همه کسبکاران با خاموشی به کار خود ادامه می دهند و کمتر می خواهند در برابر دوربین تلویزیون ظاهر شوند و از ناامنی صحبت کنند. آنان به این باورند که طالبان در شهر نیز حضور دارند و در صورتی که علیه این گروه صحبت نمایند، خطر خانواده هایشان را تهدید می کند. شماره هم که از ناامنی ها به ستو آمدند با انتقاد از حکومت می گویند به دلیل ناامنی قادر نیستند تا فاصله 1 کیلومتری شهر آقچه رفت آمد کنند. رقم هستند مجاهده هستند از 1 کیلومتری از سوی هم آنمراد شاهی ولسوال آقچه با تایید این موضوع میگوید ناامنی ها در ولسوالی آقچه به اوج رسیده. به گفته او 70 روستا در ولسوالی های پنجگانه آقچه در دست طالبان قرار دارد. وی خواهان توجه حکومت در این زمینه است. بیشتر از 10 ماه میشه که ولسوالی های پنجگانه آقچه تحت تهدید مخالفین قرار گرفته. حکومت مرکزی به همه جزئیات آگاه هستند، خبر دارند. فعلا هم اونمو مخالفین حتی تحکیمات خود بسیار قوی ساخته، حتی روزانه یک قدم پیش میرن. در اطراف 5 ولسوالی بیشتر از 70 قریه به دسترس مخالفین قرار دارند. این در حالی است که مسئولان امنیتی جوزجان از راه اندازی عملیات تصفیه‌ای گسترده در آینده نزدیک به مردم اطمینان می‌دهند. باشندگان ولایت قندوز از وضعیت کنونی این ولایت و حضور دوامدار طالبان در اطراف شهر نگرانی می کنند. به گفته باشندگان این ولایت با آنکه وضع امنیتی نسبت به پیش رو به بهبود است، اما تا زمانی که گروه های مخالف حکومت تحرک نداشته باشند، نظامیان مستقر در این ولایت در برابر طالبان هیچ برنامه ندارند و وضع کنونی و ناامنی های دوامدار مردم را دلهره کرده است. با آنکه وضعیت امنیتی کندز با مقایسه چند ماه پیش رو به بهبود است و تحرکات طالبان در جریان ماه رمضان در شهر کندز کاهش یافته بود، باشندگان این ولایت از بی‌برنامگی مقامات و نبود یک راهکار مناسب در عقب راندن طالبان از اطراف شهر و حضور دوامدار این گروه در فاصله های نزدیک کندز نگرانی میکنند و می‌افزایند که وضعیت کنونی مردم را دلهره کرده و از دوام این حالت به ستو آمدند. کلا انتقاد میکنند، مردم انتقاد میکنند، کیت بشنوند کی بداد ما مردم قندز برسته، هیچ کسی بازخواست نمیکنه، هیچ کسی پرفون نمیکنه، این قنیرو این قوه خواست هیچ نمیفهم چی مشکل است. هم دولت ما را گم کرده، مام را گم کرده، نمیفهم گپ چی است، پروژه هیچ چی است، هیچ نمیفهم گپ نمیفهم برادر ما مردم همین مردم را چی کنه. از این از دولت اینه که باید شهر ما امنیت شود، باید در خدمت مردم باشد. ما میخواهیم که آرامی را بیاره، صلح بیاره،
اما فرمانده پلیس کندز با تایید مشکلات امنیتی باشندگان میگوید او تازه به ولایت کندز آمده، با هماهنگی سایر ادارات نظامی دیگر مستقر در این ولایت برنامه‌های مؤثر را روی دست خواهند گرفت. او می‌افزاید برای تأمین امنیت شهر و دفاع از هر نوع تحرک طالبان بالای شهر گارنیزیون مشترک را ایجاد نمودند. به باور او با آنکه طالبان در دور و پیش نزدیک شهر حضور دارند اما هیچ تهدید وجود ندارد. یک گارنیزون متشکل از اردو، پلیس ملی و لوا نظم عامه اینا افراز کردند. از طرف شب هم 24 ساعته گزمه فعلا فعال است. از طرف روز هم ارگانهای کشفی ما که داخل قمانده نیستم اونا هم برزی هم یک پلان مشخص تدابیر امنیتی را اتخاذ کردند. تا تلاش خود میکرد تا بتوانند هموطنان ما در یک فضای آرام سپری بکنند. پیش از این شورای ولایتی این ولایت از بدامنی های دوامدار و کم توجهی مسئولان انتقاد کرده و خواهان را اندازی عملیات ها شده بودند. مقام های محلی و مسئولان حکومتی در غزنی هنگام ادای نماز عید سعید فطر بر ادامه آتش بس میان حکومت و طالبان تاکید کردند. ولی غزنی اعلام کرده که جنگجویان طالبان می توانند آزادانه به منازل نزدیکان و بستگانشان در هر کجایی که باشند رفت و آمد کنند. رئیس حج و اوقاف غزنی پیش از ادای نماز عید خواهان عملی شدن آتش بس و ادامه آن از سوی طرف های درگیر شد. والی غزنی به نیروهای امنیتی دستور داده است در روزهای عید جنگجویان طالب را که در روستاها و منازل بستگانشان می روند مزاحمشان نشوند. این مقام ها از وضعیت زندانیان در زندان مرکزی این ولایت نیز جویای احوال شد. فرمانده پلیس غزنی برای محبوسین تعهد سپرد که امکانات بهتری را برای آنان آماده می سازد. پول، بندیان، ورونه چیز دیگه، کاغذ سر به مرتبور، چیز که کانون با احکام که مرتبه ایدایت را که ویسوی دیگه اغلب پردی تجبه که و اشابی ورکو، تداوی بی ورکو، دو پرس دیمینا بورته برا برا و کچیلی نور پرسونه برا بایی دیده تخنیکیس دا پر خاطر اغا بورته برا برا و محبوسین از وضعیت مکانه که در آن نگهداری می شوند ابراز رضایت دارند. آقای غریبی ما بست باز دید و بازدید کردید بسیار خوب. امیر ما بست ما بسیار آدم خوب است، مسلمان است. قدم های شما بالای چشم ما که از بندی های غریب شما این جد دید و بازدید کردید. گفته می شود که تا اکنون آتش بس اعلام شده از سوی حکومت و طالبان به گونه قطعی در این ولایت مراعات شده است. روز نخست عید در ولایت خوست در فضای امن و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی سپری شده و باشندگان این ولایت از آتش بس حکومت و طالبان مسلح ابراز خوشی می کنند. در همین حال برای نخستین بار کنسرت های گوناگونی در این ولایت راه اندازی گردیده است. نماز عید در تمام مساجد مرکز و ولسوالی های ولایت خوست بدون هیچ رویداد امنیتی سپری شد. باشندگان این ولایت میگویند که برای نخستین بار عیدی را تجلیل میکنند که ترس و حراس حمله و انفجار در آن وجود ندارد. صاف و کوچنه اختر به نور اختر پول نسبت بهتر اختر ده زکا چه قربان اعلان شوه صلح اختر ده خدای دو کی جام دغه سه صلح او قربان دوامدار شه دي دي قربان په حق ده ډیر خوشاله شه ګور تر پول قربان کړی ده الله تعالی دې کې صدا قربان قائم ده پاتې شي چې موږ افغانستان دې ولسمو کې خیر. باشندگان این ولایت میگویند در عید امسال به مناطقی می روند که در گذشته به دلیل ناامنی ها رفتن به آن دشوار بود. ډیر مایوادیو چې په راتلونکي کې
کې کنسرټ دی او ملي دي ځوانانو لپاره ګولر اختر چې دا ټول افغانستان خلکو ته تبریکې او دا به مونږ ښه شان سره لمنځو او د سولې په امن په فضا کې به لمنځو په ښار کې کنسرتونه دي په هغې کې به ملي نسو ملو ته به ځو. در همین حال نماز عید در ولایت‌های پکتیا و پکتیکا نیز در فضای امن سپری شده و هیچ گونه رویداد امنیتی رخ نداده است. تشکر از همراهیتون و خبرهای این ساعت. وقتتون خوش. خدا نگهدار.